آیا تنبلی تخمدان باعث نازایی میشه؟ آیا راهی به غیر از درمان دارویی برای معالجه وجود داره؟ امروز میخوام در مورد تنبلی تخمدان و پاسخ این سوالات براتون مطالبی رو به اشتراک بذارم. سلام، من دکتر مرضیه پریزاد هستم، جراح و متخصص زنان و فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته و اندومتریوز. امروز پزشک ویژه شما هستم در کانال دکتر 724. ما در کانال دکتر 724 برای شما مطالب پزشکی آماده میکنیم. لطفاً برای حمایت از ما اون زنگوله رو بزنید. به محض اینکه ویدیوی جدیدی منتشر شد، شما اولین نفری باشید که مطلع میشید. امروز میخوام در مورد تخمدان پولیکیستیک یا همون تنبلی تخمدان باهاتون صحبت کنم. کی میگیم یک فرد مبتلا به تخمدان پولیکیستیک هست؟ زمانی که فرد به خاطر به هم خوردن ترشح هورمون‌های داخلی تخمک گذاریش مختل میشه و تخمدان اینها پر میشه از کیست‌های ریز، اصطلاحاً میگیم که فرد مبتلا به تنبلی تخمدان شده. در کنار این فرد چه علائمی داره؟ آیا این کیست‌ها اگر به تنهایی دیده بشن معنیش این هست که فرد مبتلا به تنبلی تخمدان هست؟ در کنار مشاهده کیست‌های ریز در تخمدان چند تا علامت دیگه باید وجود داشته باشه تا بگیم که یک فرد تخمدانش اصطلاحاً تنبل هست. اولین علامت این هست که فرد قاعدگی‌هاش به تأخیر می‌افته و دفعات قاعدگیش خیلی کمتر میشه. علامت دوم هم وجود جوش در صورت و پرمویی در نقاط مختلف بدن هست که باز یک آلارمی هست و بهمون میگه که احتمالاً فرد تخمدانش مشکل داره. علت تنبلی تخمدان یا تخمدان پولیکیستیک چی هست؟ علل متعددی داره و علت اصلیش ناشناخته هست. اما چیزی که ما مشاهده میکنیم دو تا مسئله اصلی هست. یکی مسئله ژنتیک هست، یعنی این پدیده حالت خانوادگی داره، و مسئله دوم هم و مسئله اصلی همین قضیه چاقی هست. عمده این افراد معمولاً اضافه وزن دارن و به خاطر همین اضافه وزن و به هم خوردن تعادل هورمونیشون عملکرد تخمدانشون مختل میشه. راه چاره چیه؟ اصلی ترین درمان توی اینها کم کردن وزن هست و توصیه میکنیم که اگر فرد حتی در حد 5-6 کیلو بتونه وزنش رو کم کنه، عملکرد تخمدان به حالت اصلی برمیگرده و قاعدگی های فرد عمدتاً برقرار میشه. در کنار این میایم و با حمایت های هورمونی و درمان هایی که میدیم و کمک میکنیم که هورمون های بدن به حالت نرمال برگرده، سعی میکنیم که تعادل رو برقرار کنیم توی اینها. حالا در ادامه میخوام به دو تا مطلب مهم و دو تا سوالی که مادران عمدتاً ازمون مطرح میکنن اشاره کنم. سوال اول اینه که آیا این کیست ها نیاز به جراحی دارن و آیا جراحی تاثیرگذار هست؟ جواب اینه که خیر. این کیست ها خیلی ریز هستن و سایزشون زیر 1 سانتی متر هست و متعدد هستن و برای همین جراحی در مورد اینها کارساز نیست. سوال دومم اینه که آیا این دختر ما که مبتلا به تنبلی تخمدان هست در آینده آیا حتما مبتلا به نازایی خواهد شد؟ جواب اینه که این افراد به نسبت افراد نرمال درصد ناباروری درشون بالاتر هست، اما درمان اینها هم به نسبت بقیه افراد مبتلا به نازایی معمولا ساده تر هست و با تحریک تخمدان معمولا اینها قابلیت بارور شدن دارن و جای نگرانی زیادی در مورد باروری اینها در آینده وجود نداره.